هر بار که جنگ و درگیری میان فلسطینیان و اسرائیل اوج میگیرد کشورها شخصیتها و جریانهای مختلف در جهان اسلام موضعگیریهای متفاوتی اتخاذ میکنند بررسی موضعگیریهای شخصیتها و جریانهای شیعه در جهان در چند دهه اخیر نشان میدهد که پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام همواره با پیروی از آموزه های پیامبر اسلام صلی الله علیه واله و آله و اهل بیت اسمت و تعالت علیهم مبنی بر دفاع از مظلوم در برابر ظالم به دفاع از فلسطینیان در برابر اسرائیل پرداختند این در حالی است که بسیاری از کشورها و حکام عربی که ادعای مسلمان بودن داشته و دارند به دفاع تمام قد از اسرائیلی های قاسب پرداختند نمونه بارز آن حکومت سعودی و رهبران سنی تونرو و وهابیان بوده است همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد بررسی موزگیری های مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمى حاج سید صادق حسینی شیرازی مدزلو در چند دهه اخیر و پیش از ایشان موزگیری های برادر بزرگوارشان مرحوم حضرت آیت الله العظما سید محمد حسینی شیرازی رحمت الله در دوران مرجعیت خود نشان می دهد که مرجعیت شیرازی هموار مدافع حقوق پایمال شده ملت فلسطین و مخالف شدید اشغالگری اسرائیل بوده است. در همین راستا حضرت آیت الله العظما حاج سید صادق حسینی شیرازی مدزل طی دو دهه اخیر بارها و بارها در مورد پرونده فلسطین و حقوق قصب شده فلسطینیان اظهار نظر نمودند. مرجعیت شیعه بر ضرورت حمایت از فلسطینیان و به خصوص شهروندان غیر نظامی ساکن نوار غزه در برابر اشغالگری های اسرائیل تأکید نموده و تنها راه حل شدن مشکل میان فلسطینیان و اسرائیل را بازگشت حقوق قصب شده فلسطینی ها توسط اسرائیل دانستند. گفتنی است یکی از بارسترین موضع های این فقیه شیعه در موضوع پرونده فلسطین در تاریخ 24 محرم الحرام سال 1423 هجری قمری برابر با 2002 میلادی بود که با صدور بیانیه‌ای ای رسمی از همه مؤمنان و آزادگان جهان خواستند از فلسطینیان در برابر اسرائیل دفاع کنند و دست یاری به سوی آنان دراز کنند تا بتوانند از ظلم رهایی یابند حضرت آیت الله العظمى حاج سید صادق حسینی شیرازی متذلل در بیانیه خود همچنین به طور آشکار بیان نمودند که آنچه در فلسطین زخمی توسط ایادی ظالم رخ می‌دهد موضوعی جدید در تاریخ جنبش صهیونیسم نیست بلکه مسیر همیشگی آنها و اجدادشان در طول تاریخ را نشان می‌دهد اما در نیم قرن اخیر به وضوح آشکارتر شده است. مرجعیت شیعه همچنین افسودند آنچه که عجیب است سکوت محافل بین المللی در برابر این جنایت هاست. آنها حتی زبه کودکان و کشتن بیگناهان و آوار کردن شهروندان و حتی حرمت اماکن دینی مانند مساجد که اماکن مقدس الهی هستند را محکوم نمی کنند. گفتنیست این موزه گیری های شرافتمندانه و رشیدانه مرجعیت شیعه حتی در دوران برادر بزرگوارشان وجود داشته و در برخی کتابهایشان هم تجلی یافته بود. یکی از معروفترین کتابهای تعلیف شده توسط مرحوم حضرت آیت الله العظمى سید محمد حسینی شیرازی رحمت الله در این باره کتاب دنیا بازیچه یهود بود که از چهره و اهداف و طرحهای خبیسانه یهودیان در طول تاریخ و به خصوص اسرائیل پرده برداشته است. آن مرحوم نیز بارها و بارها بر ضرورت قطع دست استعمار سهیونیزم از جهان اسلام تاکید نمود.